سلام دوستان با یه ویدیو دیگه در خدمتتون هستم تو این ویدیو بهتون یاد میدم که تو چه جوری در زبان ترکی بگیم بعد از اینکه و یا بعد از چیزی بعد از اتفاقی یعنی در واقع قالب بعد از رو استفاده میکنیم ببینیم که چطور این رو استفاده میکنیم بسیار خوب اول اسم اون چیزی رو که میخوایم ذکرش بکنیم و بگیم بعد از اون اون اسم رو میاریم بعد اون اسم پسوند اینجا میبینید دن نوشته دن و یا دان رو میاریم اینجوری خونده میشه دن دان این پسفن رو به قوانین هماوایی صدا کنار کلمه میاریم یعنی بهش میچسبه بعد میگیم سونرا. سونرا جدا نوشته میشه یعنی پسفند دن و یا دان به اون اسم میچسبه کنارش میاد میشه سونرا. در واقع جفت اینها دن سونرا و یا دان سون به معنای بعد از استفاده میشه حالا میایم اگر اون اسمی که میخوایم استفاده بکنیم حرف آخرش به این حروف اصطلاحا بهش دوستان مدرس زبان ترکی میگن فستق چشاب اینجوری میگن که حفظ بشه منم پشت سر هم نوشتم ف س ت ک چ ش ه پ اگر اه کلمه ای ما به یکی از این حرف ختم بشه پسوند ما که دن و یا دان هستش تغییر میکنه خب به معنای بعد از همین فرمول هستش ولی بعد این صداها حرف د ما تغییر میکنه و میشه ت یعنی پسوند ما میشه تن و یا تان یعنی تن سون را تان را اگر اون اسمی که ازش استفاده میکنیم به یکی از این حروف ختم بشه حالا مثال میزنم kahvaltıdan sonra kahvaltım şey sopane kahvaltıdan sonra berdes sophane bunlardan sonra berdes inha bunlar mişe inha bunlardan sonra mişe berdes inha adana'dan sonra. hop Bebeğin ince adana ye şehriye. بعد از adana adana چون اسم خاص هستش اولا با حرف بزرگ نوشته میشه حتما با حرف بزرگ نوشته میشه بعد زمانی که پسوند دان بهش اضافه میشه یک ویرگول یک حرکت یک اشاره ویرگول در این بالا قرار میگیره خب اینو یادتون نره موقع نوشتن دقت بکنین و یا اگر دیدین بدونین چیه اولدن سنرا اولدن را میشه بعد از ظهر سندن را بعد از تو ایزمیردن را بعد از ایزمیر اما طور که ببینید ستای اول کلماتی هستن که آخرشون به صدای آخرین هجاشون با صدای کلوفت هستش و ما برای اینا پسفند دان آوردیم ستای بعدی کلماتی هستن که صداهای نازک رو دارن و ما براشون پسوند دن آوردیم اینجام که ازمیر اسم خاص هستش و این اه، حرکت اه، ویرگولی که بالای چیز قرار داره ره قرار داره رو میبینید خب یه بار دیگه میخونم کهوالت sonra، سون را بونلار را آدان دان را را سندن سون را از سنرا. خب. حالا مثال رو میزنم که با تن و یا تان هستن مثلا دوراکتان سون را دوراک یعنی ایستگاه دوراکتان سون میشه بعد از ایستگاه ایکینجی سککتان سون بعد از کوچه دوم همونطور که میبینید کلمه به که ختم شده و ما اینجا پسونده دان رو به تان تبدیل کردیم ساواش تان سون را ساواش اینجا اسم خاص هستش اسم پسران است ببینید بی حرکت این حرکتی که اینجا هست رو میبینید بعد تان اومده بعد حرف شه میشه بعد از ساواش البته سواش معنی جنگ هم میده اگر به صورت اسم خاص نوشته, نشه میشه بعد از جنگ ولی خب من اینجا به عنوان اسم خاص استفاده کردم یه کلمه خواستم که آخرش به شه ختم بشه اینو انتخاب کردم دیشیکلیک سون را دیشیکلیک یعنی تغییر بعد از تغییر دیلکتن سون را بعد از آرزو و یا بعد از دیلک دیلک اسم خاص هستش من اینجا اسم و ترجمه هم کردم بماند و خواستم اینجا یک اسمی باشه اوکی کلکیتن سونرا را کلکیت هم اسم یه شهریه که آخرش به ته ختم میشه و ما باز اینجا ته آوردیم خب هم, هم... ته آوردیم همونطور که میبینید حرف که رو داریم حرف ش رو داریم دوباره که داریم و ت داریم و بعد از همه اینا حرف د تبدیل به ت شده خب بریم سراغ مواردی که بعد از انجام یک کاری یعنی بعد از یک فعلی رو میخوایم بیان بکنیم در اینجا فائل رو داریم بعد از فائل فعل گذشته ساده اول شخص جمع رو داریم یعنی فعلی که برای زمیر ما استفاده میشه بهش پسوند دن و یا دان میچسبه و بعد کلمه سون رو میاریم حالا این فعل گذشته ساده اول شخص جمع چون آخرش اینا به معنی بعد از این که است خب دنسان را به معنای بعد از این که است حالا فعل گذشته ساده اول شخص جمع چون آخرش به حرف که ختم میشه کلا پسوند دن و دان تبدیل به تن و تان میشن به این شکل حالا تو مثالا ببینیم که چجوری هستش یابتک تان سونرا میشه بن یابتکتان سون را این فعلمونه من اینجا زمین رو اضافه کردم که یعنی بعد از اینکه انجام دادم یعنی من انجام دادم بن یابتکتان سون را بعد از اینکه من انجام دادم اینجا با شناسه رو و زمین رو با, با رنگ سیاه مشخص کردم که امیدوارم دیده بشه اوکی اویودوک یعنی خوابیدیم تان سونرا رو کنارش میذاریم میشه من اویودوک تان سونرا یعنی بعد از اینکه من خوابیدم اویاندک تان سونرا من او سونرا یعنی بعد از اینکه من بیدار شدم خب حالا این در حالتیه که ما میگیم که مثلا این فعل رو شخصی انجام داده حالا اگر فعل رو شخصی انجام نداشته باشه ما فقط مد نظرمون فعل باشه و یا مهم نیست که حالا کی انجام میده در اون صورت فقط اون فعل رو به اضافه سون میاریم یعنی یاپتک تان را، اوودک تاننسون را، اویاندک که اینجوری به صورت مستر استفاده میکنیم اینو در حالت معنایی یعنی بعد از انجام دادن بعد از خوابیدن و بعد از بیدار شدن اینجا مشخص نیست که چه کسی انجام میده؟ این کار رو و یا مهم نیست که چه کسی انجام میده بعد از انجام این فعل ما موضوع مد نظرمون هستش خب حالا بریم سراغ های بعدی با حروف صدادار نازک خب اتیک از فعل اتمک به اضافه تن کنارش را میشه بن اتیکتن سونرا یعنی بعد از اینکه من انجام دادم گلدیک به اضافه تن به اضافه سونرا بن گلدیکتن سونرا بعد از اینکه من آمدم گیتیک تن سونرا ben gittikten sonra یعنی بعد از اینکه رفتم بعد از اینکه من رفتم خب اینجا همونطور که میبینید فائل رو آوردم مشخصه که اینو چه کسی انجام داده ولی خب میتونیم طوری استفاده کنیم که انگار فائل مهم نیست در اون صورت هم چی کار میکنیم میگیم اتیکتن سون را گلدیکتن سون را را در این جو جمله همونطور که گفتم یا فائل مشخص نیستش یا مهم نیستش یا اصلا معلومه حالا کی انجام داده واسه کوتاه کردن کلام فقط فعل رو میگن که میشه بعد از انجام دادن بعد از آمدن و بعد از رفتن خب بریم سراغ صرف فعل کنم بعد این صرف فعل رو گذاشتم بله خب همون فعلایی که تو اون فرمولا مثال زدم همونا رو هم اینجا صرف میکنم میگم بن یابتکتان سنرا یعنی بعد از اینکه من انجام دادم سن یابتکتان سنرا بعد از اینکه تو انجام دادی او یابتکتان سنرا بعد از اینکه او انجام داد بیز یابتکتان سنرا بعد از اینکه ما انجام دادیم siz yaptıktan sonra بعد از اینکه شما انجام دادید onlar yaptıktan sonra بعد از اینکه آنها انجام دادند مثال بعدی این مثال ها رو دوستان اگر فقط گوش هم بکنید یه جورایی ملکه ذهنتون میشه گوشتون عادت میکنه بعد میتونید رو فعلایید یه خودتون انجامش بدید و یا کامنت بذارید اگه سوال داشتید من جواب میدم من uyuدوان sonra یعنی بعد از اینکه من خوابیدم س اودوختان sonra، بعد از اینکه تو خوابیدی او اودوان sonra بعد از اینکه او خوابید بی اودوان sonra بعد از اینکه ما خوابیدیم سی اودوان sonra بعد از اینکه شما خوبیدید اونلار اودوختان sonra بعد از اینکه آنها خوابیدند. بن اواندکتن سونرا بعد از اینکه من بیدار شدم سن اواندکتن سونرا بعد از اینکه تو بیدار شدی او اواندکتن سونرا بعد از اینکه او بیدار شد بیز اواندکتن سونرا بعد از اینکه ما بیدار شدیم سیز اواندکتن سونرا بعد از اینکه شما بیدار شدید آنلر اواندکتن سونرا بعد از اینکه آنها بیدار شدند حالا میریم سراغ صدایی که فعلایی که صدای نازک داشتم بن اتیکتنسون را بعد از اینکه من انجام دادم سن اتیکتنسون را بعد از اینکه تو انجام دادی او اتیکتنسون را بعد از اینکه او انجام داد بیز اتیکتنسون را بعد از اینکه ما انجام دادیم سیز اتیکتنسون را بعد از اینکه شما انجام دادید onlar ettikten sonra بعد از اینکه آنها انجام دادن. نه آنها رو جای انداختم اوکی مهم نیست. من git ben gittikten sonra بعد از اینکه من رفتم. sen gittikten sonra بعد از اینکه تو رفتی. o gittikten sonra بعد از اینکه او رفت. بیز gittikten sonra بعد از اینکه ما رفتیم. سیز گیتیکتنسون را بعد از اینکه شما رفتید اونلار گیتیکتنسون را بعد از اینکه آنها رفتند اوکی okay. بن گلدیکتنسون را بعد از اینکه من آمدم سند گلدیکتنسون را بعد از اینکه تو آمدی او گلدیکتنسون را بعد از اینکه او آمد بیز گلدیکتنسون را بعد از اینکه ما آمدیم سیز sonra را بعد از اینکه شما آمدید اونلار گردیکتن sonra را بعد از اینکه آنها آمدند خب بکنم دیگه ثال ها تموم شد. دوستان موفق باشید ممنون که تا اینجا ویدیو رو نگاه کردید اگر استفاده کردید لطفا لایک بکنید که منم خوشحال بشم من خیلی دیر به دیر گاهن ویدیو میذارم بنابراین اگه سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید متوجه میشید چه, چه وقت ویدیو ها میان با حالا خودتون مختار هستید که فالو بکنید و یا هر جور دلتون میخواد موفق باشید یادداشتاتون رو انجام بدید تمریناتون رو انجام بدید سوالاتون رو بپرسید من در خدمتتون هستم موفق باشید